هموطنان عزیز، قوم عزیز، بازم خوش آمدین. طبق اونمو موضوع برنامه ما و شما که ما در استوری موضوع روما گفته بودم برای شما، آگاهی درباره سیاست داخلی افغانستان و جایگاه اقوام افغانستان در داخل افغانستان در طول تاریخ، باید نسل جوان پشتون، تاجک و خصوصا جوانان هزاره باید سیاست داخلی افغانستان بهتر بفهمند. اگر من توی هزاره در خارج از افغانستان دسترسی خیلی بالای هم داشته باشیم، سیاست داخلی افغانستان پی نبریم و نفهمیم که اقوام به منافع شخصی خودشان در داخل افغانستان چی نوع سیاست بازی میکنن، بازم ناکام هستیم. روی این موضوع امشب انشاءالله صحبت خواهیم کرد و از بزرگوارانی که پای لایف میاین در رابطه به می موضوع اگر صحبتی داشتن ما ازش میشنویم. پیش از اینکه روما بر ادامه بتیم روی اصل موضوع بچرخیم، ما یک چند نکات مهم تذکر میتونم برای شما بزرگواران، بعدش با روی اصل موضوع میپردازیم. وطن دارایی که بیننده برنامه های ماستین، خصوصا قوم تاجک ما، یک چند نکته مهم آوردن اشاره میکنم. امیدوار هستم که اونهایی که میتونن یک گپ برداشت کرده، یک انسان میتونن درک بکنن، برداشت خوب داشته باشن، خب خدای روشان. اگر نداشته باشن با ما با اونها کدام سلام علیکی نداریم. برادر هموطنی عزیز، نسل جوانی که دهی چند سال آخر در از طریق رسانه ها بلند شدن به خاطر اتحادشان و انسجام قومشان، اینا مشکلی با هیچ اقوامی ندارن. مقدمه‌ش بگم براتون که هیچ نوع مشکلی ندارن، چی از بامیان بلند میشه، چی از بدخشان بلند میشه، چی از بغلان و چی از مزار و چی از دایکندی. اگر شما بزرگوارانی که از اقوام دیگه هستین مزایمت ایجاد بکنین، مانع شوین، سطح رایشان قرار بگیرین، خب با او وقت اما احترام خود شما از بین میبرین، یعنی کس با او وقت به شما احترام قائل نیست. خب روی اصلی موضوع میچرخیم. قوم عزیز، هموطن عزیز، نسل جوان، ما گفتنی ما به نسل جوان است چون خود ما جوان هستیم. چیزی را که من میفهمم به شما میرسونم، چیزی را که اگر نمیفهمم با از شما مشنوم تا اینکه افهام و تفهیم در بین صورت بگیره، بعدش ما و شما به یک نتیجه خوبی برسیم. قوم عزیز، قسمی که استوری را دیده بودین، آگاهی درباره سیاست داخلی افغانستان بسیار یک گپی پیچیده است. شاید بعضی صحبت های را ما بکنیم برای نسل جوان ما یک چیزی جالب تمام شوه، اما جالب نیست، یک چیزی معلوم شوه که خلاصه حقیقت نداشته شوه اما حقیقت است. این را باید همیشه وقت نظر بگیرین. سعی کنین قوم عزیز، هموطن عزیز، افغانستان یک کشوری است که چندین بار نامش تبدیل و تغییر شده. زمانی که کشور شد بعدش نامش چند بار تبدیل و تغییر شده و شاید هم چند بار دیگه هم این نام افغانستان تبدیل و تغییر شده. چیزی اصلی و مهمی که رویش ما و شما باید بپردازیم کجاست؟ افغانستان یک کشور است، اما یک اقوام مختلف در او کشور زندگی میکنه و او اقوام با مذاهب و با عنعنات و فرهنگای مختلف زندگی میکنن در داخل افغانستان. خو اصلی که ما روی صحبت بکنیم در این جاست، در افغانستان سه قوم
در راستای سیاست و در راستای نفوذ و در در راستای سیاست در داخل افغانستان خلاصه حرف اول می زدن هزاره ها پشتون ها و تاجک ها بودن. سیاست داخلی افغانستان چی است؟ امروز جوانایی که بلند شدن میگن ما یک هزاره هستیم. جوانایی که بلند شدن میگن ما یک هزاره هستیم. اگر سنی هستیم، اگر شیعه هستیم، اگر دیندار هستیم، اگر بیدین هستیم، هرچی هستیم برادر میگن ما یک هزاره هستیم. خلاص الله اکبر. یا یک تاجک بلند میشه میگه برادر ما یک تاجک هستم. از این طرف سعی کو که پشتون بر علیش استاد میشه. یک هزاره بلند میشه که برادر مرا کار نگی من یک هزاره هستم. ما میخوایم با هزاره خودم که با اقوام با مذاهب مختلف است. چی اگر سنی باشه، چی اگر شیعه باشه، چی اگر اسماعیلیه باشه، چی لا مذهب باشه، این مذهبی را قبول نداشته باشه یا این مسلمان نباشه، اون خونش از ماست، ما میخوایم به اون موصل باشم. اما سیاست داخلی افغانستان این اجازه نمیده. چه قسم اجازه نمیده؟ چون که سیاست داخلی که وقتی روی صحبت میکنیم، وقتی که میگیم افغانستان اقوام مختلف در اوج زندگی میکنه و یک چیزی رم ناگفتن امانه که قدرت ها در داخل افغانستان قومی است. قدرت ها در داخل افغانستان قومی است. همیشه وقت متوجه باشه نیر یک بی واضح. هر قوم میخواه که از خودش یک بزرگ خودش در رأس قدرت باشه. هر قوم هیچ وقت پشتون نمیخواه یک هزاره رئیس جمهوری افغانستان باشه. به هیچ حالتی. اگر اینمی هزاره یا اینمی تاجک تمام دنیا را پروفیسورش باشه، تمام دنیا را زیر کنترل خودش بگیره، هیچ وقت هم دیگر پذیری و امتیاز قائل شدن در افغانستان وجود نداره که خلاصه بگه که بیا ما شاید فهم و درکم پایین باشه، امید در رس باشه، ای گپ وجود نداره. برادر عزیز، جوانان و نو جوانان که شما در این پای روم ما هستین و صحبت های ما را مشنوین، یک چیزی واضح، هر چی بود گذشت، اگر ما از سالی 275 سال پیش اگر بگیریم، از 275 سال پیش اگر ما در تاریخ بچرخیم صحبت بکنیم که برمیگرده به سیاست داخلی افغانستان، بازم ما مشکلاتی را در اوجه میبینیم. اینمی مشکلات. سعی کنین یک تاریخ براتون مقصه میکنم. 275 سال پیش وقت افغانستان کشور نبود. اما در رأس اونمو افغانستان یک هزاره در رأسش بود. این را باید همیشه وقت یاد داشته باشین. بعد از او خلاصه اینمی تحولاتی که در افغانستان آمد، پشتون گفت ما هستم و تاجک گفت ما هستم و ای گفت ما هستم و او گفت ما هستم، اینه به این حالت ما شما سرنوشت ما شما در کشورهای مردم زیر توهین و تحقیر مردم خلاصه قرار گرفتیم. گپای ما در کی هست؟ امی چند دانه او بچه های پنشیر اکس های هم بشه های مسود سری پروفایل هایتان کلان کلان آدم هستین، نکنین دو دشنام نزنین، فحاشی نکنین، شما برای ما فحاشی نمیکنین، من ناموس خودتان فحاشی میکنین، اینجا تیک تاک نیست، اینجا جایی است که من لایف ها را درید نمیکنم، عکسکایتان مانده است، 100% در افغانستان خواهران و مادرانتان فیسبوک در اگرام داخل شد، سعی کرد که بچه‌ام در مادر خوار مردم توهین میکنه، با او وقت افسوس میکشم، میگه ای کاش به دنیا نمی آوردمش. خب میگذریم از اینا، از فحاشا میگذریم. جوانان، قوم های عزیز، مخصوصا اینی که ما برای نسل جوان ماست، در افغانستان سیاست داخلی افغانستان تاجک خوب صحیح پای برده، پشتون هم خوب صحیح پای برده، من توی هزاره سیاست داخلی افغانستان هیچ اصلا برات بگم از دیدگاه فیصدی 5% هم نمیفهمیم. از دیدگاه فیصدی شاید همی که ما در قوم پرستی رب بگیره، شاید همی که بگیره ما بزنم بگن که قوم پرست است، بگن که والای شاید
دنبال تفریقه و ویگاپا باشه، اما ما در فکرش نیستم. ما میگم برادر پشتون در افغانستان ما پیش از 20 سال نمیرم، به خاطری که به قدرت مستقل خودش برسه در راستای دولتم پشتون بود. اما جمهوریت همه شمول بود. اگر رئیس جمهورش پشتون بود، یکیش وزیرش تاجک بود، دیگهش یکی دیگه بود، خلاصه پشت صحنه تالی به جور کرد. آقای کرزی پشت صحنه رفت تالی به جور کرد. این تالی حالی که امروز به نام امارات اسلامی نامش است، ای از امروز جور نشده. ایره کرزی سری پای ساخت و در دوران حکومتش، در دوران ریاست جمهوریش امر کشتن طالب برای پلیس نمیداد. حق کشتن گفت شما ندارین. یک چیزی است که تمام نظامیان افغانستان ایره خوب صحیح میفهمن. تمام نظامیان افغانستان سعی کنین قوما با شما میگم که سیاست داخلی افغانستان قومای پشتون چه قسم پیش بردن. گفتن بیان مو شما خو افغانستان سر قدرت جنگ، جنگ افغانستان جنگ قدرت است، نه طالب است، نه داعش است، نه مقاومت است، هیچ چیزی نیست. با الله قسم براتون یاد میکنم، با الله قسم ای گپاکلش یک چرندیات مفت است. الا یک وقت بود الا ما طالب هستم، ما میخوایم چیز بیا دولت ما اسلامی باشه و مسلمانی باشه، دروغ بودی گپا. آلی نمیدیش بلنش در ما مقاومت میخواییم، کلش یک گپ مفت است. بچه ازاره چرا بازی میخری؟ چرا به می گپ مفت مردم بازی میخری؟ چرا سیاست داخلی افغانستان را نمیفهمی؟ یا قوم دلیلش چی است؟ پشتون طالب بلند کرده قدرت گرفته، منو توی هزاره را کشت، منو توی هزاره را انتحار کرد، منو توی هزاره را خلاصه از هم دیگه دور ساخت، منو توی هزاره را خلاصه به سمت و به مذهب تقسیم ما کرد. اما ما تو چی کردیم؟ اونا دنباری اونمو اهدافشان بود. تاجوک پشتون دنبال اهدافشان بود. یک روز میدیدی که داخل پانتون گیر می آمد نفری امرالله صالح جوانای هزاره را انتحاری کرده. امرالله صالح کیست؟ معاونی اولی یا معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان، سکرترش یا باردیگاردش آمده خلاصه بمده جانش گرفته به نام دایش هزاره را انتحار کرده. یک روز دیگه می دیدی که یک دانه والی صاحب یا وکیل صاحب پشتون از دروازه ترخم انتحاری را وارد میکرد داخل افغانستان، فقط اهدافش چی بود؟ هزاره را نابود بکو. مو توی هزاره دمو دوران نفهمیدیم که برادر از چهار طرف مو را میکشه. سیاست افغانستان را باید اون وقت پای میبردیم. میکشتیم برادر. چرا تو انتحاری نکردیم مو تو؟ باید انتحاری میکردیم. این یک حقیقت، این ما براتون میگم. امرالله صالح انتحاری کرد، بعد دو انتحاری میکرد، خلاصه نیمی پنشیر میرفت. پشتون انتحاری کرد و سه دان انتحاری مو تو میکردیم. این سیاست افغانستان بود. سیاست افغانستان این نیست که بکش تا زنده بانی. این نیست که خلاصه مو تو و بکش و مو تو سیل ببینیم. امروز چه شده؟ امروز آنقدر کار کردن ده 20 سال، آنقدر کار کردن یک جوان مبلند میشه از یک منطقه دوررس از شهر و بازار، یک جوان مبلند میشه که تحصیلات کافی یا سواد کافی نداره یا آگاهی درباره قومیتش، نژادش، تبارش، چیزایش نداره. خلاصه بیا او که میگه بیادر من یک هزاره هستم. سعی کنین قوموی عزیز، جوانانی که شما هم دینمی مشکلات دچار هستین و گرفتار هستین، خصوصا جوانان بغلان، سمت شمال، غور و پکتیا، پغمان و پروان، ای گفتنی ما با شماست. چرا اجازه ایتان نمیده که خودتان از آره بگوین؟ چرا وقتی یک جوان میگه سعی کنین سیاست داخلی افغانستان
که اقوام از ده در بدر کرده از کجا سر چشمه گرفته؟ یک نفری که میگه ما برادر من یک سنی مذهب هستم، مذهبم چیز شخصی هم از خوشم بتر روز سه دفعه تبدیلش میکنم، امروز سنی میشم، فردا شیعه میشم، پس فردا اسماعیلی میشم، از او پس فردا هیچ مذهب قبول نمیکنم، من مسلمان هستم. میگه من یک هزاره هستم. آنقدر روی این موضوع کار شده، که یک جوان می از سمت شمال میگه من هزاره هستم، از خرد تا کلان تاجک تباری ما بر علیش فحاشی میکنه. از خرد تا کلان، از زن تا مرد، کار دیگه کرده نمیتونه، او را کشته نمیتونه، او را در مقابلش ساد شده نمیتونه، او را خلاصه در بیاد از سرش بیاد عمله بکنه کار را کرده نمیتونه. زن و مرد فحاشی میکنن، زن و مرد میان خلاصه بر علیش استاد میشن. او تو بنید بلند است، تو چشمایت کلان است، تو فلان استی، تو سنی استی، او اونو شی هست. سعی کنین بخاطر چی کار کرده؟ این ای سیاستشان است، او قوم و او جوان ها. اگر ما سعی کنین اینی ای گپار قوم پرستی فکر نکنین، که قوم پرستی هم فکر میکنین، فکر کنین، من در فکرش نیستم. خب اینمی ادامه داره. زن و مرد افغانستان قوم پرست است برادر. سیاستمدار، رئیس جمهور، وکیل، وزیر، ملار، ارباب، تمامش قوم پرست است در افغانستان. من هیچ جوانی را نمیبینم که قوم پرست نباشه. ای که دادم روید میگه تاجک، پشتون، ازبی، کلش یک هستیمی، کلش دروغ است، کلش یک چرندیات مفت است، قلبش قوم پرست است، خونی از او قوم پرست است، هیچ وقت از قومش تیر نمیشه. نفری که از قومش گذشت از ناموسش میگذره. اینه متوجه باشین برادر. یک حقیقت براتون بیان میکنم، یک مثال واضح میسازم، بعد شما قضاوت شما بکنین، من روش نمیچرخم، چون در اینمی موضوع رو میره که ما روش صحبت میکنیم، سیاست داخلی افغانستان و خصوصا در جایگاه اقوام در این سیاست، امیر روش ما یک مثال واضح براتون میسازم. خب ما میکشیم سکنه، ایماق میمونیم یک طرف، قزلباش هم دیگه طرف میمونیم، تاتار هم دیگه طرف میمونیم، لرخابیر هم دیگه طرف میمونیم، امی قومای جوگی ما هم دیگه طرف میمونیم، جوله ها هم دیگه طرف میمونیم، عرب ها هم دیگه طرف میمونیم. خب اینا را که دیگه طرف موندیم و یک چیز دیگه نگفته نمونه، هزاره های اهل سنت و هزاره های اسماعیلی مذهب هم یک طرف دیگه میمونیم. خب در تاجک نفوذ شده، من شما بتین بود افغانستان، وقتی که تو در راستای قوم و سیاست بازی میکنی، ما جوان ها هم اینجا زنده هستیم که با صحبت داشته باشیم. برادر بچه ایماق تر مگه او طرف وانم، بچه عربی که در افغانستان هستی او طرف وانمت، یا جوگی و جوله و نداف و خلاصه قزلباش و بیات و اینا رو مو طرف وانم، تاجک کجاست؟ اینی یک سیاستی را در افغانستان بازی کرد. کی بازی کرد؟ آره اکثرا من میبینم جوانای احساساتی ما از یقین مسعود احمدشاه مسعود محکم گرفته ایست. برادر اشتباه روان هستی تو، با الله قسم اشتباه روان هستی. هیچ اصلا با که میگم سیاست داخلی افغانستان بچه قومم تو نمیفهمی، اینیسته که من میگم اشتباه روان هستی تو. ای کار احمدشاه مسعود نکرده بود. احمدشاه مسعود سربازی کسی دیگه بود. احمدشاه مسعود سربازی کسی دیگه بود. احمدشاه مسعود فرمان از کسی دیگه میگرفت که ای کارها را روش تمرکز بکنه و این ای فعالیت هایی که میکرد باید بکنه را فرمان از کسی دیگه میگرفت. اینی را باید تو اصلش بفهمی. کی بود فرمان میداد؟ کی بود که میگفت که یک مثال واضح براتون بدم، یک حقیقت در کتاب های تاریخی هم نوشته است. کی بود به احمدشاه مسعود میگفت که او احمدشاه وقتی که از طرف بغلان حرکت میکردی سیلو سیلو پای بان که اژدهای خفته را بیدار نکنی؟ کی بود اون نفر؟ بچه قومی که تو بلند شده یخنگیر یک سرباز شده، کسی دیگه بود، نشناخته تو. این حقیقت است که نفهمیده، نشناخته. در رأس قدرت یک نفر دیگه بود.
ایماق اور در کنار خودش. ایماق میگه من ایماق هستم. تاجک میگه نه تو به خدا تاجک هستی. ایره کی کرده؟ من نکردم. خودش قبول نکرده. او را قسم سرش سیاست بازی کرده که در پشت صحنه و در راستای سیاست ایماق تاجک معرفی کرده. بلوج تاجک معرفی کرده. تاتار تاجک معرفی کرده. و قزلباش تاجک معرفی کرده. لرخابی را تاجک معرفی کرده. تمام این منایی را که منام برتون میگیرم تاجک معرفی کرده. و امروز مردان هم میشینن گپ میزنن. ایره کی کرد؟ ایره باید شما پیدا بکنین. ناحق از دخن کسایی نگیرین که خودش کاری نبوده. یک. مسئله دوم. جوانان. قوم و عزیز. از این گپای ما کس آزرده نشوه. ایره ما یک جوان هستم. تو سیاست بازی کرده ما حقایق بیان میکنم. بچه ازاره چرا اجازه نمیده که متحد شوی؟ چرا اجازه نمیده که خلاصه در کنار یکی دیگه باشی؟ بچه هزاره سوال است ازت. امریکا اجازه نمیده تر. امریکا دنبالت نیست. انگلیس دنبالت نیست. ایران و پاکستان دنبالت نیست. ترکیه و استرالیا دنبالتو نیست. اقوامی که باعث برادر در داخل افغانستان برای زندگی میکنی همیست. چرا وقتی که یک بچه هزاره از بدخشان بلند میشه میگه من یک هزاره هستم، 50 دانه سیاست مزار تاجک پشت سر زو حرکت میکنه، خلاصه او را یک روز توهین، یک روز تحقیر، یک روز خلاصه اختار فلان بسبدان. چرا؟ چرا اجازت نمیده که مثل پشتون و تاجک، مثل پشتون و تاجک که اونها هم مذاهب مختلف دارن ندارن؟ او جوانای افغانستان، او بچه تاجک، او بچه پشتون، بیا وجدان، وجدانن صحبت بکو، وجدانن نظر بده بری ما. مگر پشتون هاشی مذهب ندارن؟ مگر تاجک هاشی مذهب ندارن؟ مگر تاجک و پشتون اسماعیلی و سنی نداره؟ داره. داره نی؟ اینه متوجه باشین. خیلی وقتی که داره، بچه هزاره. چرا یک بار نمشنوی که یک پشتون یک تاجک گفته باشه که در پیشی تو که بیا میگه هزاره یعنی شیعه سعیست؟ شیعه یعنی هزاره. این سیاستش هست. این میخواه که توی هزاره را توی هزاره که مثالا براتون میگم 6-7 میلیون هزاره اهل سنت 3-4 میلیون هزاره اسماعیلی مذهب و 8-9 میلیون هزاره شیعه مذهب پراگنده جور بکنن. هزاره سنی را بگن تو نیمه تاجک باش، نیمه هزاره باش، هزاره اسماعیلی را یک طرف دیگه کش بده و هزاره را در یک ماه میزی جمع بکنه که خلاصه بین خودشان جور نیاید. تو هنوز دیده بچه قوم، بچه هزاره تو هنوز دیده که یک پشتون، اونمو پشتون خودش که شیعه مذهب است گفته باشه که تو شیعه هستی برو هزاره هستی؟ تو هنوز دیده که یک تاجک آمده باشه گفته باشه که هرات، غور، بادغیز و ولایات دیگه افغانستان اکثرا تاجک های ما شیعه مذهب هستن؟ دیدین که گفته باشه که شیعه هزاره است؟ با خدا اگر بم برن، اگر بکششانه، اگر ایج وقت هم که یک مگه تاجک هستیم، تاجک ما افتخار ماست، مذهب چیز شخصی است، اگر پشتون بکشی یک کلمه در این مورود از زبانش بیرون بیا که بوه که برادر نه شیعه است و سنی است، نه سیاست افغانستان هم میفهمن. بچه قوم باید درباره سیاست افغانستان ما افتخار میکنم که امروز در تمام کشورهای افغانستان بچه هزاره در اولیت در راستای تحصیل قرار داره و در تمام کشورهای افغانستان وکیل و وزیر و ماستر و دکترا را بچه هزاره داره. این یک مایه افتخار است. اما یک کار، یک تقاضا از تو دارم. این که به سیاست مدارای ما شما بری ما نزده. ای کاش سیاست مدارای هزاره در 20 سال جمهوریت بجز بابا مزاری، بجز رهبری بزرگ، یک سیاست مدار می آمدم تیگه بمیزد که بچه هزاره
پشتونی که برادرت است، تاجیکی که برادرت است، در یک کشور زندگی میکنین، خلاصه در یک خاک زندگی میکنین، دشمن جانت است. میخواه نفوست ازت بگیره، میخواه تو هیچ وقت قدرت نباشی، میخواه نابودت بسازه. به خاطر چی؟ به خاطر به قدرت رسیدنش. اگر یک سیاستمدار، اگر یک انسانی مثلا در یک جایگاه رسیده از هزاره، در این 20 سال جمهوریت همچو یک صحبت های را میکرد، امروز ما هزاره ها به همچو مشکلات سردچار نبودیم. یک حقیقت است، هیچ وقت این مشکلات سردچار نمیشیدیم. که نگفته، گفته نشده. کی گفته؟ سعی کنید یک بزرگوار. اکثرا بزرگوارای ما و اکثرا شخصیت هایی که صاحب قلم هستن و نسل جوان ما که خلاصه مفکوره بالا دارن، از ما یک سوال هایی میکنن. بابا مزاری را میگه چرا؟ ما چرا بابا مزاری را دوست دارم؟ از اینکه هم خونم است بانو طرف، هم خون بودن شبان، دلیلی واضح میگم، به خاطر که اینمی صحبت من ربط میگیره به می سیاست داخلی افغانستان. چرا ما استاد عبدالعلی مزاری شهید دوست دارم؟ در بین جامعه هزاره بیش از هزاره شهید داره، اما یک نفر، یک شخصیت نامش زنده است و حکومت میکنه به نام با مزاری. به خاطر چی است بچه قوم، هموطنی عزیز؟ به خاطر عزیز استاد عبدالعلی مزاری شهید سیاست داخلی افغانستان فهمیده بود و سیاست داخلی افغانستان بسیار خوب روی شرکت کرد. اولین اقدامی را که کرد، آمد گفت هزاره گفتن برادر جرم نیست. برای قومش گفت برادر تو هزاره هستی، تو میتونی در کنار که دید زندگی بکنی. و هر چیز دیگه هم نگفتن. اما ما صحبتایش دارم، دهی گوشی صحبتایش از پیشم. وقتی که میگه که برادر او بچه تاجک، او بچه پشتون، هزاره از وطنت است، از خاکت است، از سرزمینت است. تو هم مذاهب مختلف داری، دیگه هم مذاهب مختلف داره. من بچه هزاره اهل سنت، این پیام ما برای توست. کسی دیگه نامی تره تانست نبرده. تا امروزی که تره تاجک معرفی کردن هیچ کاری به تو کسی نکرده، اما اشخاصی که تره تاجک معرفی کرد. سکرو قوم جان، دلیلی که با مزاری دوست داشتم به خاطر سیاست داخلی افغانستان، ما شاگردشم نمیشم. خلاصه برات بگم، ما تازه میخوایم شاگردی صحبت های با مزاری باشم، شاگردی صحبت هایش. تازه میخوایم که خلاصه مسیری رایش پیدا بکنم که چه قسم به کدام مفکوره سیاست داخلی افغانستان فهمیده بود، از کدام مسیر حرکت کرد و از کدام دروازه با قدم من داخل شد. ما میخوایم که شاگردی بکنم و روش تمرکز بکنم تا داخل صحنه شوم. که آمد گفت که او بچه هزاره، ما هزاره های اهل سنتی را داریم که محرومتر از ماست. سعی کنین. چرا محرومتر گفته بود استاد عبدالعلی مزاری شهید؟ او جوانا یک وقت او بچه هزاره اهل سنت، او بچه هزاره اسماعیلی مذهب، او بچه هزاره شیعه مذهب، یادتان رفته؟ شما نبودین، پدرایتان باید دیگه برای شما بگوه. هزاره؟ هزاره ای گپ نبود که تو سنیستی، تو شیعه استی، تو بنیت بلند است، تو بنیت پچق است، تو به هر حالت ای گپ نبود. نامت هزاره میشد از صنف شش بالا درس خوانده نمیتونستی. یک حقیقت است. برین تاریخ ها را مطالعه بکنین. برو بچه اندراب، بچه پنشیر، بچه اما هزاره های علی سنت، بچه بغران و بدخشان تاریخ را مطالعه بکن. تو چرا به همچه یک مشکلات گرفتار بودی؟ اما تعهلات هم آمد، سیاست هم تغییر کرد و هیچ نوع سیاست مداری همچه یک پیرا نزد. با مزاری شهید آمد گفت در چی دوران گفت؟ زیبنده کلام در چی وقت است؟ یک کلامی که زیبنده است، یک کلامی که مفید است، در دوران حاکمیت است. آمد گفت که هزاره او قوم و هزاره های اهل سنت ما محرومتر از دیگر هستند، که از قومیتشان محروم شدن. به او خاطر دوست دارم. خب اینالی ما میایم روی امی بزرگوارانی که از دیار خود ما هستند، از ولایات خود ما هستند، خلاصه با ما مذهبی که با ما وصل هستم، روی منو بنامه هزاره اهل سنت
که در اکثرا در سمت شمال هستند. تعداد نفوسشان خودشان نمیفهمند. ما برشان میگم تخمیناً در 5 میلیون نفوس میرسی او بچه هزار اهل سنت. یک سوال از تو دارم، مردانوار جواب بده. بایست یک برادر خردتان، هیچ وقت من نمیگم ما کی هستم چی هستم، یک فقط یک سربازی کلوت هستم. هر امری که جوانی هزاره بکنم من در کنارش هستم. یک دومش، به هیچ نوع حزبی سیاسی وابسته نیستم. هیچ نوع حزبی سیاسی را من تحویل نمیگیرم. به هیچ نوع سیاست مدار و به هیچ نوع پروژه بگیر و هیچ نوع دیگهش من خدا وابسته نمیتونم. یک سوال از تو دارم، همین 20 سالی که تو را تاجک معرفی کرد، این سوال ما از دو مردم است، از دو مذهب، اسماعیلی مذهب سنی مذهب. 20 سال تو را گفتن تو تاجک باش، 20 سال گفتن شیعه یعنی هزار. در وقتی تو 3 ساله و 2 ساله بودی، 5 ساله و تا دملای مسجد رفتی و تا رفتی در صنف اول شامل شدی تا صنف 12 تخلص کردی، زمانی که قیق تاجک تو سر خوردی پشتو نگاه بر تو نزده، فقط تاجک برای تو گفت که تو هزارگی صحبت میکردی. در منطقه منی این منی بابا قلندر، منطقه کمی اخلر است، تمام انانات ما هزارگی است. کسی اگر رد کرده میتونه من در خدمتش هستم. بچه کاکایم رد میکنه یا بیادرم رد میکنه یا کدام کسی دیگه. خواهران ما لباسایش هزارگی است، مادران ما لباسایش هزارگی است، لهجه صحبت کردن ما لهجه هزارگی است، فرهنگ ما فرهنگ هزارگی است. درست که دهی 3 سالی که 5 سالی که آمدیم و خلاصه در شهر و بازار زبان ما گدوت شده، اما داخل منطقه اصلی ما زبان و فرهنگ و از تمام چیز مزارگی است. سوال ما از جوانای است، از این بچه های هزاره های اهل سنت، از کوزی ها، از دله ها، از ساکه ها، از دیمیرک ها، از اینمی توایفی بزرگی از هزاره. 20 سال شما را گفتن که شما تاجک هستین، شما تاجک باشین، چی کار کرده براتون؟ یک کار سیاسی ده که در راستای سیاست براتون کرده، برای ما شما پیش بکنین. از خودم شروع، چی کرده؟ 20 سال موتره به نام اهل سنت گفته، امتیازات موتره خوردن، به نام موتره قدرت رسیدن، با جنگ و مبارزه موتو در یک جایگاه را برای خود کسب کردن. برای موتو چی کرد؟ نشان بده یک دانه جنگ. فکر کو از یک دره پنشیر 500 جنرال میکشه، از یک دره که تاجک تبار از در اندراب 30-40 دانه جنرال میکشه. بچه قوزی، دهلوی، ساکه، ابکا، نشان بده یک جنرال. با تو میگم بچه اندراب، یک بی ما شاید کسی دیگه برات نزنه، شاید آل تو زیاد احساساتی استی، من اهداف اصلی میسته. بچه قوزی یک دانه جنرال نشان بده. 20 سال تره گفتن تو تاجک باش، 20 سال گفتن شیعه هزاره یعنی شیعه. یکی یک اشتباه مغز است. 30% ترکیه مسلمان های شیعه مذهب است، اینا هزاره میشه؟ ایران کل شیعه است هزاره میشه؟ این گپا یک گپی بود که شما را بازی داده بود. نشان بده بچه قوزی، بچه دلا ساکت دای بیرک هزاره اهل سنت، یک جنرال تان نشان بتین. در صورتی که جنگ اول هم در افغانستان شما را انداخته بودین در مقابل روس، در صورتی که مبارزه و تمام اینمی افتخارات شما داشتین، مقاومت شما نامشد از سر زبان مردم آوردین، نشان بده یک دانه جنرال تا، نشان بده یک دانه شخصی را که تو در راستای قدرت داشتی حکم روایی میکرد. هیچ کی نبود. بود نبود برادر، نبود. یعنی اگر قد است که نبود بگو، نگو بود. نه از قوم دلمو بود. یک مثال واضح بگم، به خاطر که بچه قوم باید تو بفهمید. اگر ما هر شب میم می گپارو برتون میذارم تو یکی شاید تکله دور بخره که می بیکار نیست، سربازی کسی نیست، کدام هزاره را پول و پیسه نمیتا. مردان ها بلند شدن میگه که بیادر ما تو در رای کج روان هستیم، چرا رای اصلی انتخاب نمیکنی؟ چرا سر پای خود استاد نمیشی؟ چرا امو اصلیت خودت نشان نمیتی؟ انسان اصل نبود و انسان نیست. سایکو برادر، این یک چیزی واقعیت است. بچه کوزی یک دانه از قوم دهلوی ما یا دهله، ما دهله میگیم در اندراب، بسیار یک قوم پرنفوس، بچه کاکای ماستن.
هزاره های اهل سنت از قوم دهله که معلم صاحب رؤوف خان خداوند حریق رحمتش بسازه، خداوند جنت ها را نصیبش بسازه، که ما پیروان و ما صحبت های از او را تعقیب کرده امروز آمده مبارزه میکنیم، خداوند حریق رحمتش بکنه که مردانه استاد شد که میگه بله من هزاره اهل سنت باید خودم سر پای استاد باشم. معلم صاحب رؤوف خان که نامش در تاریخ ثبت است در مقابل طالب هم تو مردانه شهید شده در بندی دو. یک چیز مثال ما در کجاست؟ شخصی را کلتان مشناسین، سمت شمال کلش مشناسه، ای طرف هم مشناسه، به نام قماندان غنی، یک از بزرگان و یک از مبارزینی که در 20 سال تا امروز در مقابل ظلم و استبداد، در مقابل هر نوع گروه مبارزه کرد، استادگی کرد مردانه. حتی روزی شد که ما مردانه برتون صحبت میکنم، روزی شد که از جیب شخصیش نفوس خود اکمال کرد، از صلاح شخصیش سرباز خود اکمال کرد، دولت برش نرسون. چرا قماندان غنی که 20 سال 20 چند سال در راستای دولت خدمت کرد رتبش دگروال بالا نرفت؟ یک سوال از توی بچه قوزی، دله، ساکه، ابکه و هزاره های درهی اندراب است. چرا قماندان، اگر بجای قماندان غنی یک بچه تاجک، یک بچه تاجک همچو یک فعالیت، همچو یک مردانگی را میکرد، استر جنرال یا مارشال میشد. قماندان غنی دون مرتبه باقی مون. الله اکبر. چرا؟ دلیلش چی بود؟ هزاره بود. به خاطر هزاره را نمیخواستن در قدرت برسه. برادر این یک حقیقت است. هزاره بود، هزاره را نمیخواستن در قدرت برسه. اگر با جوانای ما از ما سوال بکنه که خلیلی و محقق و فران و بسپدان اینا میراثی آمده بودن، اینا کدام فعالیت نکرده بودن، از جای با آمزاری آمدن در قدرت چیشتن، اینا را کس کدام خودشان اقوام دیگه اینا را نخواسته، اینا مجبور و مکلف دیگه قوم اینا را قبول میکرد چون با آمزاری خودش یک قدرت بود، به جای با آمزاری اینا در قدرت آمده در داخل افغانستان. یک مثال. مثال بعدی ما مردم نارین، بزرگوارانی که از نهرین هستین. ما یک مادری پاک دامنه که از مردها هم کدنه بالاتر مبارزه کرده در مقابل ظلم و استبداد به نام قماندان کفتر، مادر ما، ما سرسخت احترام برش قائل هستم و احترامم از اولی نه، از همون دوران جمهوریتی که بودیم احترام برش قائل بودم و هم قائل هستم. بچه هزاره اهل سنت بغلان، این سوال از کلتان است و یادتان هم نروه، سیاست مدارا صحبت های مرا مشنوه در فیسبوک، قماندان کفتر مگر معاون والی بغلان تعیین نمیشد؟ این سوال، من از این سوال جواب کار دارم. چی در اینجا جواب میتی، چی در شخصی جواب روان میکنی، در هر جایی جواب روان میکنی. پیش وجدانت یک دقیقه اگر هیچ به ما جوابم که نتی به وجدان خودت، به وجدان خودت تمرکز بکنی، به روی وجدان خودت یک دقیقه با معذرت. بسیار با معذرت، مهمان آمد. بچه بغلان، به شما میگفتم از راه اهل سنت، قماندان کفتر مگر معاون والی بغلان تعیین نمیشد؟ میشد، شما خبر بودین نی؟ آمد. مبارزه قماندان کفتر در طول تاریخ در افغانستان هیچ نوع زنی توانست نکرده و مردها هم خیلی کم کرده. خودش یک زن بود، یک مادر بود، یک خواهر بود، در مقابلی گروه تروریستی مردانه مبارزه میکرد، سلاح در شانهش بود، میگفت من کسی را نمیبینم. امی خو در دوران جمهوریت، در دوران معاون والی بغلان میامد. دلیلش چی بود بچه هزاره اهل سنت؟ کمی کنسل شد، امی را کسی خلاصه قبول نکرد، مانع شد. این دو مثال براتون، پیش خودتون تمرکز بکنین، بعدش خلاصه با پیش میریم.
این یک سیاست است. جوانان، محصلین و جوانانی که پای آموختن علم هستین و میخواین در یک جایگاه برسین. برادر، امی یک مثالی است، اما شبانه روز برام فرض مثال در یک جایگاه یک ورزشی در انجام بدم. اگر ورزش به نام خودم ختم نشوا، به یک ایده ختم شوا، فکر کنم ما اون زندگی خود در هدر دادیم. جوان هزاره، بچه هزاره اهل سنت، بچه هزاره اسماعیلیه، از تو یاد نمیشه، امتیازت برای خودت نیست. در 20 سال نه، در 30 سال گذشته امتیازی تو را به خودت نداده تو هنوز. کجاست امتیازت؟ چی امتیاز؟ مثلا بسیار امتیازا داشتی، کوم امتیازات؟ مثال دیگه، سیوم مثال، از کتلی مرغ در سال 2018 فکر کنم 18 بود یا 17 بود، خدا گردنم بسته نکنه فراموشم شده باشه، دوم نمره پانتونی افغانستان از کتلی مرغ یک جوان ما بود. سایکو برادر، اقوام دیگه دنبال امتیاز گرفتن هستن، اقوام دیگه دنبال قوی ساختن قومیتشان هستن. ما هیچ او را چی معرفی کرده بودن؟ او را تاجک معرفی کرده بودن نه؟ اما تو بود او را تاجک میگفتن، در صورتی که خودش هزاره، مادرش هزاره، پدرش هزاره، بخاطری که امو تاجک افتخارات چه بالا برای تاجک معرفی میکرده. کجایی توی هزاره علی سنت برات امتیاز قائل شدن؟ توی که در مقابل روس استاد شدی و روس فراری دادی، تو اونمو رفتی، اونمو دقان شدی، اونمو نفر، اونمو سرباز شدی، کسی که از پاکستان هم آمد و قهرمان و رئیس جمهور شد. جنگ تو کردی، شهید تو دادی، دیگر تو دادی، ایچ الله اکبر، دیگر نفر آمد تو سربازی، حتی تو سربازش هم قبول نکرد. ما سکنین قومای ما و متنایی که در روم هستین، ما بالای قومای خود ما در داخل وطن که هستن، ایچ نوع کدام گفتنی ندارم. چرا ندارم؟ مثلا مثال های واضح، هزاره های ما که در خصوصا اندراب ها زندگی میکنن و در نهرین زندگی میکنن و 14 واحد اداری بغلان زندگی میکنن، این در پشت صحنه است که این بچه‌هایی که تازه آمدن تلفن گرفتن و تازه آمدن سیاست فهمیدن و تازه آمدن دیدن که اوه گپ از کجاست، خدا تاجک تاجک معرفی میکنن. شما بیاین یک مثال میگم. ما قوزیستم و افتخارم میکنم یک قوزی هزاره هستم که نفوس من قوزی نفوسم تنها در بغلان ختم نمیشه، اکثریت نفوس ما در قندوز است و اکثریتش در بامیان است. قوزی بچه کاکا از یک پدر و مادر، اکثریت ما در بامیان است، در غزنی است و در پروان است، در ولایت دیگه هستن. شما یک سر بزنین و اینمی جوانایی که خلاصه در بغلان زندگی کردن میفهمن، بین در مناطق قوزی نشین، بین در دره لرخاب، بین در خلاصه آب زیارت، بین در سیادره و سیادرگک، بین در طرف اسپیج و سنجتک، بین ببینین قوزی ها چه قسم به مردانگی خود زندگی دارن. لهجه هاشون ازارگی، قواره ازارگی، فرهنگ ازارگی، اونمو تمام چیزشون هزارگی است. ای گپای تیک تاکی و ای گپای پشتی پرده ما روش توجه نمیکنم. تو بین در شمرق، یک جای شمرق میگه نزدیک پلخمریز، قوزی اینمی هزاره اهل سنت، مردانگیش در تاریخ ثبت شده، در داخل شهر زندگی میکنه، لهجهش هزارگیست. تاجک سرش خنده کده، پشتون سرش خنده کده، اما مردانه در روش زده. اینمی لحظه، اینمی ثانیه براتون میگم، در داخل فکر که قلب پلخمری بیش از هزار خانه قوزی زندگی میکنه، کالا هزارگی، لهجه هزارگی، فرهنگ هزارگی، همه تمام چیزشان را، هیچ چیزشان را تغییر نداده، زبانشان را تغییر نداده، حتی اون بودی پوشتنشان را تغییر نداده، اونمو کالا میپوشن، خواهران ما همو کالا، بچه هم اونمو کالایی که باباهایشان اونمو قومشان میپوشید. اما امروز سیاست داخلی افغانستان قسم پیچیده شده، قسمی پیچیده شده که ایران بانی چه قسم پیچیده شده. خب اصل موضوع روی ما روی امی سیاست داخلی افغانستان است که ما روی صحبت بکنیم. سعی کنین
یک چیز دیگه را بگم، امی بزرگوارایی که در داخل افغانستان در دوران جمهوریت سیاستمدار بودند، یا نماینده بودند، یا وکیل پارلمان بودند، یا هر حالتی که بودند، چرا امروز دوست پاچه زاده را ایستن در طرف؟ چرا زمانی که در داخل افغانستان بودند آمد و درآمد داشتند، ما تو چوبی سوختش بودیم، از ما تو استفاده میکردند، تعمیرای 25 منزله داشتند، موتر زیر تایر میکردن، کس در فکر ما تو نبود، هیچ در فکر ما نبود. امروز چرا؟ امروزی که سر و صدا را انداختن، امروزی که هر کی در طرف یک نفر دست دراز میکنه، چون که رای اون درآمدشان بسته شده. بازی خوردن، دویده دویده رفتن در دوحه، امضا کردن که ما طالب میخواهیم. من یک چیز سعی کنیم، یک سیاستی هست که بسیار خنددار، یک سیاست خنددار را برتان و قسم میکنم هر وقت که من سیاست اینا را که در رویش تمرکز میکنم خندم میگیره، خب؟ با الله قسم خندم میگیره. سعی کنین شما اگر این قسم برالی ما استاد چوین با ما چه قسم برالی تون استاد میشون. بسیار جالب نیست وقتی که معامله صورت میگرفت که طالب در افغانستان بیاد، وقتی که معامله صورت میگرفت طالب در افغانستان بیا، پیش از سقوط افغانستان چند ماه پیش کیها در دوحه رفتن به خاطر امضا کردنی که طالب در افغانستان بیا، کیها بود؟ یک سوال از کلتان میکنم، کیها رفتن در دوحه که امضا کنن طالب بیا در افغانستان حاکم شوه؟ مگر همی سیاستمدار افغانستان نبود؟ وقدر بود، یعنی ما از خود میگم، من یک هزار هستم، امی محقق نبود، امی خلیلیش نبود، اگه خودش نبود نمایندهش بود، امی استادتای لافوک نبود، امی امرالله صالح نبود، امی بیادری امشا مسعود نبود، امی پشتون نبود، کلشان رفتن به شوقکی رفتن خوجا، نماینده دوستم نه بچه دوستم نرفته بود، کلش رفت. اونا طالب اینا را بازی داده بود که وقتی ما قدرت گرفتیم به شما با حق قائل میشیم، وقت گفته بود که اینجر در تو استادتا اینجا سمت شمال مزار را تو میتم، محقق اینجا را تو میتم، بچه بیادری مسعود اینجا را تو میتم، بچه دوستم اینش برغان اخو از توست. طالب یک قسم معامله امرایشان کرده بود، اما طالب پشتون است، پشتون در سیاست بسیار شیار است، همی قدرت های گرفت کلی زنا را گفته مردکه نیمشه کشت نیمیدهشه از وطن فراری کرد. مده که یکان وقت میگم دشمنی ما طالب نیست، دشمنی ما اینی نفر هاست با مردم برالای ما او میان دو میزنن و فحاشی میکنن، چرا او بدر؟ چرا فحاشی میکنی؟ دشمنی ما چرا طالب باشه؟ طالب ما در سنگر بودم، ما سرباز بودم، ما تو در یک منطقه میرفتیم پیداداری و گزمداری میکردیم، طالب که ما تو جنگ کرد سالای ما تو را گرفت، ما تو را فراری داد؟ نی امی بیغیرت های خدیم و شما بود که رفتن امضا کردن طالب ایدسش گرفته آوردن در افغانستان داخل ساختن، بود نبود؟ این یک سیاست داخلی افغانستان. امروز چی است؟ چای بیخی جالب. بچه ازاره اگر تو در این سیاست ببازی، بچه ازاره که میگم باید سیاست مدارای قوم ما بفهمه ای گپا، تیرشانه نیاره، وقتی تیره آوردن نیست. اگر در این سیاست باختی فکر که از افغانستان حذف شدیم. بچه هزاره دوباره تکرار میکنم، اگر دینمی سیاست موتو باختیم از افغانستان، امیدی از افغانستان باید دیگه نداشته باشیم. همین واضح برات بگم، سه بار تکرار میکنم، ریکارد میگیری، هرچی میکنی، بچه هزارت دینمی سیاست آخری اگر موتو باختیم، امیدی از افغانستان نداشته باشیم. چه قسم سیاست بازی شده؟ بیاین یک سیاستی رو براتون میگم، هوشیار، آنقدر هوشیار و زیرک باشین که خلاصه برات بگم هیچ حدی نداشته باشه. برادر، بچه قوم، یک سیاست بازی شده در بین. پشتون آلی یگان نفر میگه، یگان تا که میگه پشتون یعنی طالب، طالب یعنی پشتون، با کلی قیق میزنه، نمیگه، نه بیادر، حق است. خب در رأس طالب پشتون است، صحیح؟ تاجک بی قدرت مون. بسیار یک مثال واضح برتون میدم، سیاست های افغانستان بفهمین یعنی چی و به جوانی هزاره. بسیار نام خدا به بزرگوارای را داریم که ما در خلاصه در راستای فهم و درک و سواد از اونا
ما چیزی نیستم، اما امو کلانکاری که در میخوای میگون که پیره بزنم بر بچه قوم. پشتون حاکمی افغانستان شده فیلحال، تاجیک هزاره خو از اول در دوران جمهوریت هم قدرت نداشت، در راستای جمهوریت قدرت نداشت. ماوین قدرتمند نیست، ماوین کس صاحب قدرت حساب نمیکنه. یک چیزی بسیار آموزنده، اگه گفتم اگه در این می سیاست ببازیم حذف میشیم، نابود میشیم، پراگنده میشیم، دیگه ایج امیدی از افغانستان نداشته باشین. بسیار سیاست خطرناک بازی نمیشه. روس در افغانستان آمد، موتو پشتون ازبیک هزاره در کل بر علیش استاد شدیم، قیام کردیم، مقاومت کردیم، از افغانستان کشیدیم، کشیدیمش بخوش، یعنی به زور کشیدیمش، درست؟ چند وقت دیر نشد امریکا در افغانستان آمد، امو جنگ و مبارزه را موتو کردیم. ایران، این سیاست افغانستان نبود، ایران، ایران خودش و امریکا آمد یک نفر از دست شبلنگ کرد تو قهرمان ملی باش، درست؟ ایران، امریکا و دو کشور دیگه دست یک نفر از بین تاجک بلند کرد، گفت تو قهرمان ملی افغانستان باش، امتیازاتی تمامی اینمی مقاومتگرانی که در مقابل روس جنگ کردن در پای خودت جمع بگو. نفر روان کرد، ویدو جور کو، گپ بزن، دستشوی میری، سری نماز میشنی، آشپزخانه میری، در سنگر میری، دروغ یک مخابره رو بگی، یک تا سالار هم دستت پرتو خدا مطرف ساز. ایره ایران کرد. چرا ایران کرد؟ هم تبارش بود. بچه هزاره این جا باید کلی تو کار بکنه. سایکو ایران هم تبار، تاجک هم از فارس است. ایران هم فارس است. اما از دیدگاه مذهبی بگیم ایران شیعه مذهب، تاجک اکثریتش سنی مذهب. وقتی که در راستای قدرت می دیدن با او وقت نگفت تو شیعه هستی تو سنی هستی. قاسم سلیمانی رو روان کرد در داخل افغانستان در خانه احمد شاه مسعود. احمد شاه مسعود گفت برو در کوه و سنگرها دنبال ویدو گرفتن باش. وقتا تو فقط ویدو جمع بکو. قاسم سلیمانی گفت سرپرستی فرزندایت میکنه. قاسم سلیمانی کی بود؟ یک ایرانی بود و مذهبش هم شیعه مذهب بود، اما با مسعود از یک خون بود، یک فارس بودن. اونش تاجک بود از افغانستان، ای ایرانی بود، فارس بود، خونش یکی بود. دید که اینمی در افغانستان یک سیلی آمده که خلاصه باید مایی گرفته شوه، دلش به امتبارش سخت، روان کرد گفت برو سرپرستی فامیلی مسعود بکو تا یکی قهرمان ملی مایی را معرفی بعد از مردنش بکنیم. در دوران زنده بودنش نه. شما دیدین تمامی علمی مبارزه و تمام جنگ و شهید دادن ایره که خلاصه هر اقوامی در افغانستان کرد کلش ختم شد به پای یک نفر. من یک مثال میگم، یک بزرگواری را نام میگیرم که از پدر دو برادر مانده، خودش و یک برادرش مانده، دیگهش شورای شهید ساخته. امی ما شورای میگیم آلی روس، امی روس شهید ساخته، تیار انتحارش کرده، امی بمبارد کرده. یک عالمی بسیار محترم و یک عالمی که ما شخصا احترام و تمام اقوام افغانستان برای دو احترام قائل است، از انمی از راهای اهل سنت، مولای صاحب عبدالقایر، خودش مانده و یک برادرش مانده، خودش و یک برادرش زنده مانده، دیگه پدرش و مادرش انمی تیاره شورایی بمبارد کرده، زیر خانم تکل شهید شده. امثالی همچو بزرگ مردا هزارها و میلونها نفر دیگه را داریم که در مقابلی روس جنگ کرد، استاد شد، گفت که باید تجاوز بالای کشورم کرده، مبارزه کرد کل شهید شد. مثالای دیگه، قماندان غلام سخی از کمیخلر، از قوزی، از قوم قوزی کاکایم، دست نشانش در کجی کلگای، از مکتب کلگای تیر میشه، در کجی دوتان دست نشانش هست میالی که تانگی روس زده. کجاست امتیازایش؟
کلش رفت رفت رفت، یک نفری که از پاکستان آمده بود او را در دورانی که اول دیدیار بعد از دیدیار یک نفر با قهرمان ملی معرفی کردن، گفتن اینمی مبارزه و انقلاب کلش فرانی کرده. یک سیاست بود که من توی بچه هزاره پای نبردیم که سیاست یعنی چی. سیاست پدر و مادر نداره، سیاست دروغ است. هر نوع دروغی را که تو بخوای بزنی خودش سیاست است. این یک حقیقت است. برادر چی کار کرد؟ امروز با چی کار میکنه؟ بعدش که او را قهرمان معرفی کرد و خلاصه ربانی را رئیس جمهور معرفی کردی را گفت تو وزیر دفاعش باش، ربانی یک کاری بسیار خطرناکی را کرده بین که امروز ما تمام مشکلات خود از ربانی میبینم نه از مسعود. تمام مشکلاتی که امروز سردچار ما هزاره ها قرار گرفته ما از ربانی میبینم. ربانی کی بود؟ یک اخوانی بود، از مدرسه حقانی پاکستان فارغ شدگی بود، یک اخوانی بالله بود، ضد شیعه بود، دشمن شیعه بود، فقط او یک افراد، یک سنی افرادی بود. همچنان مسعود صاحب قدرت شد، تمام تمرکزش روی بود که باید هزاره را به شیعه خلاصه بکنیم. قومی که بیش از 3-4 میلیون یا 5 میلیون نفوس تنها سنی مذهب داره، او هزاره یک قوم است. این مذهب و چیزی است که مردم انتخابش کرده. اولین کارش چی بود؟ ما یک سیاست های داخلی افغانستان و برتانیا یک تا میگم، دیگرهایش خودتان رویش تمرکز بکنین. آمد در پنتون سعی که بشه هزاره موتو دینی سیاست ها تانز زیاد تمرکز نکردیم. در کابل نفرهایش روان کرد، زمانی که ربانی رئیس جمهور شد نفرهایش روان کرد. یک سندی است که پیش من حضور دارم فی الحال، گفت برو در دانشگاه و در مکتب کتاب اینمی مضمون دری داریم، ما شما ادبیات دری در پنتون ها داریم، اینو تغییر بده که فارسی جورش بکو، تغییر بده فارسی جورش بکو. اونجا کس قبول نکرد. دونمو حالت دو دانه جوانی هزاره ما را شهید کرده که در پنتون بودن. یک سند واضح است، اما بچه هزاره که فراموش کرده، ما فراموشش نکردیم. ما از تمام تاریخ خودم از قومم آگاهی پیدا کردیم، مطالعه کردیم. ما هیچ وقت خدا هدر نمیتم، میخوانم، میرم پیگیری میکنم، از بزرگوارا پرسان میکنم. دو دانه جوانی ما را خودی آقای ربانی به یکی باید در افغانستان دری نباشه، فارسی در مکتب ها کتاب فارسی باشه، مثلا در رشته فارسی باشه، رشته ادبیاتی دری نباشه، دو دانه جوان ما را شهید کردن. سیاست سایکو بعدش چه کار کرد؟ تمامی تمرکزش را جمع کرد روی چی؟ روی ازی که باید هزاره فقط شیعه معرفی شود در افغانستان. و ربانی هم که بود اخوانی بالله، اخوانی یک نفری که از مدرسه حقانی پاکستان فارغ شده باشه، او کی می باشه دیگه؟ شما فکر بکنین، پاکستانی که ضد ملت افغانستان. آمد هزاره هایی که در دوران انقلاب با روس جنگ میکردن اینها را قسمی کور کرد که اینها نباید در راستای قدرت باشن. یک مثال دیگه در پنشیر، در پنشیر فهیم میفهمی چی کار کرد؟ سعی کنین بچه های قوم ما و نوجوانایی که از تاجیک هستن به این فکر هستن که بابا قلندر شاید علکی همون بیکار مونده نیه بدر. من این حال یک تاریخ برات میگم، تو این حال مردانه شو مرد شو امیر تو خضاوت بکو. فهیم ما مارشال تعیین کردم. مارشال چی؟ مارشال کسی میشه که جنگ بکنه، مارشال کسی میشه که خون خدا بریزانه، مارشال کسی میشه که خلاصه او تمامی اونمو پله های نظام تکمیل کرده بعدش مارشال میشه، بعد از استر جنرالی و دیگه بعدش مارشال. خورا مارشال تحمیلی آوردن تعیین کردن. اولین کارش چی بود بچه قوم؟ او بچه هزاره علی سنت اولین کارش چی بود؟ آمد پنشیر. در پنشیر ما دره هزاره داریم، قسمی که در اندراب ما هزاره درگی داریم، هزاره درگی در اندراب داریم، اونمو قسم در پنشیر ما به نام دره هزاره داریم. آمد در پنشیر میفهمی چی گفت؟ اولین کلامش چی بود؟ گفت که
باید نام دره هزاره از ایجا برداشته شو. سعی کنین اینی صحبت یک شخصی را که مردم افغانستان از دیدگاه نفهمی و را مارشال تحمیلی قبول کردن بالای مردم گفت چی باید که سیاستی بچه هزاره تو بیا سیاست های داخلی افغانستان یک بار رویش تمرکز بگو که مغزت انگ میکنه. اوهو چی گا پای ده ایجا سپریش ده ما خبر نیستیم. اولین کاری که آمد چی گفت؟ باید دره هزاره به نام دره آبشار مشه. چرا؟ به خاطری گفت اینا هزاره هستن. او زمان ها او دوران ها بسله مذهبی و سمتی نبود. هزاره ها با هم دیگهشون رفت آمد داشتن. هزاره در راستای سیاست یکی بودن. همه چیزشون یکی بود. آمد گفت چی میفهمی چی کار بکنین؟ دره هزاره پنشیر فهیم گرفت نامشه دره آبشار ما. از آبشار شده. دوم چی کار کرد؟ دوم گفت که برای اونمو کسایی که در کنارش بود از تاجکای خودشون گفت از این دره هیچ کی نباید خلاصه در یک جایگاه برسه. یا مارشال شوه یا دگروال شوه یا دیگه شوه یا دیگه شوه. همیشه وقت باید سرباز ما باشه. این گپی اونمو مارشال فهیم اتان بود. گفت باید تا آخر چون که هزاره هستن اگه اینها در یک جایگاه رسیدن درس خواندن تعلیم کردن اینها از حقیقت ها پای میبرن که ما اینها را بازی داده را استیم. بعدش اینها با دیگه سربازی ما را نمیکنه دیگه در کنار ما استاد نمیشه. گفت نباید خلاصه اینها تحصیل بکنن اینها در راستای قدرت باشن اینها حکم فرما باشن. این دوم کارش بود. کار سیومیش کاری که تخمیناً ما 13 سال پیش یا 14 سال پیش میکرد یا کمتر یا زیادتر رخ داده و امو و اردوی جانب اگه او مرده ای زنده است. در داخل افغانستان وقتی که بورسیه های خارجی آمده بود شخصی را ما داشتیم که کتفاییم کار میکرد سربازش بود یا دم و دفترش کار میکرد برالت هزاره علی سنت بود پدر آشنا بودن پدر آشنا بودن. وقتی ورقهش پیش کرد گفت که امضا کن که ما امی بورسیم بر آمده میخوایم برام تحصیل کردن. میگه امیان زنده است. ورقه به او طرف انداخ گفت ما از هزاره خوشم نمیده. گفت اگر تو نمیفهمی ما میفهم تو هزاره هستی ما از هزاره خوشم نمیده. گفت مرا از دفترش بیرو کشید. اینی سیاست ها بچه هزاره اینی سیاست ها داخلی افغانستان است. بخاطر اینکه نفوذشان بالا شوه بخاطر اینکه در یک جایگاه باشن به یک قدرت برسن اینی کارا را ریدس گرفتن یعنی کارا را کردن که موتر بدبخت در بدر ساختن. آلی طالب حاکمی افغانستان شده به چی معنا؟ مگه ما امریکا را کشیدیم قوم تاجیک ما دروغ و راست خوشش میتن یار که نیمش دیران خواست تا بگه بچه بازیست یک رقم زنگ و جامعه از دنبوره از غشک از سینم قماندان های مقاومت ما یک گپی ما دروغ نیست ما برین تصویری زنگ دین همین کسایی که فلانی صاحب علا آمیری فلانی جای فلانی صاحب آمیری فلانی جای دم ایران برین سکنین با مو خدا قسم ما خو زنگ میزنم یک رقم مجلس هایشان گرم است پیسه اکای مف مف دلار می یک رقم بچه بازی است یک رقم دنبوره و غشک است که ایرانی ها را به تکلیف کدن هم یاری اونو مجه روان هستن. خلاصه کلام می خواین که در یک جایگاه در داخل افغانستان باشن. الو شکر شکر زنده باشی الحمدلله دلایف هستم. خب
آل طالب در افغانستان حاکم شده، هزاره ها میگن که کسی را نداره و تاجیکان میخواهد که دوباره در رأس قدرت باشن، دیگر ها را بیعقل فکر کردن. یک صحبت هم انا امشب نمیمانم، چون که نگوان که ولی دنبال تخریب پالش میکنم، من اهدافی من فقط آنمو اتحاد و انسجام است. اگر با اگر عکس عمل نشان داد با بسیار سند ها پیش میجا موجود است. اقا سند دارم که انگ به می خود بچه تاجک انگ بکنه که بدن چی جریان داره که من خبر نیستم. از همه تمامی قضیهشان بر میجا یک اگر دونه سند روان شده. اینم قبرت میگم بچه قومم، بچه هزارم، بچه نوجوان هزاره. من دنبال سیاست مدار نیستم، سیاست مدار هزاره هم کلش دروغ میگه. یک حقیقت از بچه قوم پشت سیاست مدار نگرد. به الله قسم سیاست مدار موت را خراب کرده. به الله قسم همی سیاست مدار بود که موت را زد دشمنی هم دیگه ساخت. همی سیاست مدار بود که موت را تباه و در بدر ساخت. اگه همی سیاست مدار های بدبخت ما در دوران جمهوریت اگه همی تو مردان استاد می شدن، می آمدن قماندان کفتر که در کابل آمد، خلیلی اگه در آزش باز میکرد و محقق در آزش باز میکرد درویش که انمی یک مباریز است، یک مادر مباریز است، استاد میکرد میگه بیا تو هزاره مستی، مذهب مطرح نمیساخت، سمت مصرح نمیساخت. امروز ما تو به یالت قرار نمیگرتیم. بچه قوم با که چند دقیقه پیش برتانید گفتم که اگر در این سیاست ببازیم ما تو حذف افغانستان میشیم، سیاست همیست. سر قدرت در افغانستان جنگ میشه. تاجک ها به نام مقاومت یک بچه خورد از او طرف بلند کردن که تو مقاومت گفته برو. پشتون ها میگه ما طالب از خود ماست. و چند وقت پیش هم شما شاید دیدین و حقیقت از شما نمیگه، یک نشست هم با طالب ها داشت، گفت که ای گفت که دمه چیز بده، من نیمه قدرت میخواییم. طالب که برو لوده گفت چیزی من تو نیمه قدرت بتم، از ایران قهر کده پس آمد. و آخری صحبتایش هم با خیر از این کپا میگذاریم، با یک قسم دیگه برداشت نکنه. فقط همین که میگم بچه قوم هوشیار جان باشین، بچه قوم بازی نخورین. نوامیش یک نفر در ما تماس گرفته بود، یک از انمی مقاومتگران، همه تا بگم خوب تر دمی لایف هم شاید ششته ای باشه، بخشی نمیفهم که از چیزی مقاومت است. همین مقاومتی بچه مسعود دمه زنگ میزد که همین جبهه مقاومت تو، جبهه اتحادی تو جا فعالیت میکنه و نمیکنه. من فکر کرد ما مثل مصطفی خان اندرابی واری دنبال پول و پیسه هستم، یا مثل خلیل واری دنبال پول و پیسه هستم که اینجا گشته ما داشتم دمه پیسه رو آن بکنن، ما یک مالت بکنیم و دیگه بکنیم، جبهه تو در کجاست، بچه های تو در کجاست. خدا هزاره معرفی کرده بود. من گفتم بیادر یک گپ برد بزنم، گفت بزن. من گفتم امی گرگ بوی ایوانه، بوی امی مال و امی بز و گوسپند از بویش پیدا میکنه. آهو وقتی در کو میروه انسان از بویش میفهمه که انسان آمد. من گفتم من یک هزاره هستم، اگه لحجه تم هزارگی بگیری یک تاجک هستی. وقتی زمانی که رفتم پشت صحنه کارایزی رو پیدا کردم، عکسش در کنار فلانی خانش روان کردم، گفتم اینی نفر هستی، نفر انگ کرد. امروز تماس گرفته بود به یک اکانت دیگه که خلاصه به هر قسمی که میشه باید کلید کنار جبهه مقاومت ده که بچه مسعود میره و گفته که من قید طالب صلح میکنم دمه قدرت میده. خب به این خاطر میگم بچه قوم شعار جان ما باشیم، ما دنبال هیچی نمیگردیم، اما هر قدرتی که میخواین از شما فقط یک را برای موتو هست بچه قوم، اتحاد. مسعود، ربانی، پشتون، ازبیک همه خواستن تا سیاست مدارای خودیم و شما همه خواستن که موتو پراگنده باشیم. هزاره را که یک هزاره یک قوم است، هزاره مذهب نیست. او بچه تو که نمیفهمی نمیفهمی دیگه، تو را من نمیفهم کلیت را با بچی خلاص بزازم. هزاره قوم است، شیعه، سنی، اسماعیلیه، ملتی و قوم است، ملتی و قوم است که هزاره خودش یک قوم است که خداوند در افغانستان اقوام مختلف خلق کرده، مثلی که در قرآن عظیم شان گفته که من شما را به قبایل مختلف، قبایل یعنی قوم،
به قبایل مختلف خلق کردیم، تو را تاجک خلق کردیم، او را پشتون خلق کردیم، او را ازبی خلق کردیم، تو را ازاره خلق کردیم. یعنی مذهبی را که پسان مردم به خود اختیار کردن یک چیزی اختیاری است که به این حالت میگم بچه قوم هوشیار باش، سیاست های افغانستان را بفهم. فقط سیاست افغانستان است که هر قوم میخواد که برای خودش یک جایگاه پیدا بکنه، بس خلاص. به هیچ گپی کس بازی نخورین. ما با تاجک دشمنی ندارم، تاجک برادریم است، پشتون برادریم است، تاجی سریم است. تا چی زوران؟ تا زمانی که حقم برا امو حق قانونی ما برای ما قائل شوان. اونم حق در داخل افغانستان زندگی میکنم، اونم سمیه که ما از بومیتم در داخل افغانستان دارم برای ما قائل باشه که هر نوع قدرتی باشه برادری ما درس خونده بتونه، ما کوچی اجباری داده نشوم، در راستای قدرت باید مساویانه باشه، خواهری ما باید تحصیل کرده بتونه، آزادی ما باید به دست خودم باشه، انتخابم به دست خودم باشه. ما با وقت با کس مشکل ندارم. اگر امروز ما میبینم، امروز ما میبینم بچه تاجک میگه ما خو میگم که دشمنی ندارم، تویی که این کارها را میکنی با دشمنم هستی. شب و روز پایدش کردن هزاره یک شیعه است، خلاص هر کی بنیش پچق بود و هزاره است. تو بد نکو بدر، تو چی گفته رایستی؟ تو عقلت از سرت پریده. بین توی تاجک تو نفرایی است که در افریقا ببری و افریقایی میگی بچه مادری ما است. ای یک چیزی واضح است برادر. اما اگر دنبالی کتمان کردن باش، بچه هزاره علی سنت ببینم تو از هزاره یک چیز دیگه ساختی، هزاره علی سنت والا تاجک هستی و فلان هستی و بسپدان هستی، وقت با دوستی نداریم. خب دوستا عزیز، ما صحبت های خودت اینه میشه به خاتمه برسونم. بزرگوارایی که پای لایف هستین، چون امشب لایف اول ما بود، خواستم یک کمی صحبت داشته باشم در میراستا. من بعد صحبت های ما، لایف های ما هر شب است در می فیسبوک، از طریق می صفحیم هر شب لایف داریم. ما یک چیزی هم نگفتنم دارم، نه تیک تاک دارم و نه یوتیوب دارم، فقط این می فیسبوک است، یک تیک تاک است، یک اون ویدیو پست میکنم. در تیک تاک دیگه نیستم، بخاطر اوجه کلان بچه های خورد است و فحاشی است و توهین و تحقیر است. نمیخوایم که بخاطر ما به ناموس قومم توهین و تحقیر صورت بگیره. که اینمی فیسبوک خوب است، اینجا کسی هم صحبت میکنه نیامد، اینجا لااقل یک گپ خودم میزنیم و فعالیت های خود در قبالش ادامه میدیم. بزرگوارایی که پایین لایف هستین و صدای مرا مشنوین، از قوم هزاره خود ما در راستای اتحاد و انسجام، در راستای سرنوشت و آزادی صحبت اگر داشتین، من بعد ما لایف برگزار میکنم از طرف شب. میتونین در شخصی برای ما پیام بتین، چون در اینجا نمیتونم ببینم تانا کی میایه بالا کی نمیایه. پیش از لایف آمدن هم آهنگی میسازیم، چهار نفر سه نفر بزرگوارا کلیمیم در روی امو موضوع لایف ما صحبت میکنیم. و فیلحال هم اگر جوانای ما اگر مایل بایی هستن صحبت میکنن در می راستا، در می راستایی که بعد چگونه سیاست داخلی افغانستان ما بفهمیم و ازش استفاده بکنیم، تا انتظار بیان. من بالا کششون میکنم، صحبتایشون رو داشته باشن. با بعدش ما از حضورتان مرخص میشیم و قسمی که همیشه گفتیم و حالی هم براتان بیان میکنم برادر و اکثری دوستای ما زیاد همیگه برویش تمرکز کردن و حالی هم میکنن. من شعاری، یک شعار دارم، هر فرد در زندگیش یک شعار داره در راستای مبارزیش. یک شعاری دادیم که خدا یکی، هزاره یکی. این فقط و فقط هیچ کدام کار سیاسی را در بر نمیگیره، فقط به خاطر اتحاد است. یعنی معنایش همیست که خداوند یک ذات یکتا و به خلاصه یک ذاتی است که لاشریک است. یک قومی را خلق کرده، یکتا یک هزاره خلق کرده. آل تاجکا یک هزاره را سه هزاره جور کرده، او رقم نیسته. یعنی خدا یکی، هزاره یکی، بدر هزاره. هر دین و مذهبی که داری یک هزاره هستی. این معنایش هستی، شعارم است. تا زنده هستم، تا یک نسل در جای ما باقی بانه شعار ادامه میده. و مبارزه ما دشمنی با کس نیست.
ما خواستم ایست که باید به هر نحوی که میشه، به هر قسمی که میشه، باید ما سرنوشت سیاسی خودم به دست خودم باشه. من هزاره که در بغلان زندگی میکنم، در خوست زندگی میکنم، در پکتیکا زندگی میکنم، در هر جای زندگی میکنم، قدرت سیاسی ما در دست خودم باشه. من نباید سربازی دیگر را باشم، من نباید چوبی سخت دیگر را باشم. و بچه قوم، چوبی سخت دیگر را خدا من هیچ وقت دیگر قرار نمیدم. 20 سالی که چوبی سخت دیگر را بودم بس است. 20 سالی که قدرت سیاسی من هزاره علی سنت در دست 4 تا تاجک بود و 4 تا پشتون بود بس است. مقدر من اجازه را دیگر نمیدم برای کس. من میبینم و یک چیز دیگه برای من قابل تشویش نیست. بعضی دوستا میگه او فلانی چرا در مقامات بچه محسود است. خیر بدادر، تو فقط تیره ده بیار، آلی سر فیلم است. بان پیسه بخراب بدر، پیسه مفت است، بان بگیره. تو چه کار داری؟ شما می با قرآن قسم همو به بعضی نفرات هم ایران هم قرآن خواست هم دارم، شما نمیمونین هم یک از یک مسیر پیسه مفت هم اونا خرج بکنه. مقامت کنش گه مفت است، بان اونا پیسه بگیره. پیسه میده برشان ای دروغ. اون میگه مقامت هم او که گه مقامت، این میگه هم مقامت. اونا 4-500 روان میکنش تکایش روزگارش پیش میبره. خلاصه شما کار نگیرین. دو بارا ما صحبت میکنیم و صحبت هم خواهیم داشت. هیچ شخصی از قومیت خودش رد شده نمیتونه. ما نمیفهمم چون چه قسم همی کسی اگر انتظار بود میتونیم بالا بگیریمش. اگر کسی هستن من نمیفهم کسی هست نیست، این برنامه من اکر میگد وقت شده همی فیسبوک در من شان نمیده. البته با مذرد اگر کسی باشم در من شان نمیده. اینه پیدا کدم برو. در چند دون از بزرگوارا رو میریم چند دقیقه صحبت میکنیم، چون که همه صحبت ها رو من نکنم، تنهایی بعدش با روما بند میکنیم. جناب بسیر بزرگوار به شما درخواست روان نمیشه. نمیفهم چرا درخواست شما را قبول نمیشه. دلیلش هم نمیفهم. باش چی گفته؟ نمیر یک بخوانم چی مشکل پیش آمده. کدام مشکل دن برنامه پیش آمده جور میشه بخیر. یعنی چی؟ فکر کنم یک نفر شد. این یک نفر خوب بالا آمده تان است. گزینه درخواست رو بسته کرده. نه بسته نیست. گزینه درخواست باز است. نمیفهم چرا میدید مشکل پیش آمده. خب ما فردا بخیر جور میکنم. دوستایی که در پایین هستین فردا شب روم داریم بخیر. فردا شب میره جور میکنم با بعدش بزرگوارا کسایی که میخواستن روش صحبت بکنیم. فردا البته درباره هزاره یا درباره چی دلیل چی باعث شد که هزاره ها به مذهب تقسیم شدن و هزاره ها زندگی پراگنده شدن با چی دلیل روش با صحبت میکنیم. دوستایی که هم با میخواست روش صحبت بکنه در شخصی هم آهنگی میکنیم با بعدش یک جایی رومیم و روش گپ میزنیم.
امشب من از حضور شما مرخص میشم، خواستم که در این چند مدتی که مشکلات دامنگیری ما شده بود نمیتونستم روم بیایم یا صحبت بکنیم، که من بعد هستم در کنارتون. خلاصه سر از فردا شو برنامه مو شما از طریق فیسبوک ادامه داره. دوستایی هم که اگر فیسبوک مور نداشت میتونه شما معرفی بکنین، اگر صحبت داشتن اما انگی کردم میم دیجا صحبت میکنیم. گزینه درخواست بند است. چیزای شما سر از فردا جور میکنم. فردا شو که لایف برگزار کردیم اونای شما همشه براتون جور میکنم. شما سلامت باشین، شب شما خوش. خدایا که از آره که زنده باد اتحاد مو شما، پیروزی مو شما در اتحاد مو شماست. قسم بر آسمانی پرستاره هزاره شیعه و سنی نداره. شبی کل شما خوش.